یک وکیل پارلمانی تاجیکستان از مقامات خواسته است که برای مبارزه با افرادگرایی فقط از چارهای حقوقی کار نگیرند. رفشان رجبوف معاون رئیسی یکی از کمیته های مجلس نمایندگان در یک مطلب در صدای مردم نشریه پارلمان نوشته است بعضی از افراد متهم به عضویت در گروه های افرادگرا زندگی وزنین دارند و استفاده از چارهای اجتماعی موافق مقصد می بود. رجبوف در شرح این ادعا روز 20 ایون بر رادیوی آزادی گفت: تو معنی گفت که قانون هست، همه چیزا هست، اما یکی برای این چیزا باز هم تحکیم بخشیدن، نفتر کردن، شرایط اقتصادی مستحکم کردن در کار، شرایط اجتماعیت مستحکم کردن در کار. کدام آدم های شامل میشد؟ همه آدم هایی که در حقیقت پرابلم دارد، جای خالگیش هست، پول ندارد، زندگیش وزین تر است، گمراه هست، نفهمید. این وکیل پارلمان گفت اکثری آنهایی که به صف گروه های افرادگرا در خارج کشور پیوستند معلومات ناپر را دارند. از جمله به قول او تنها 8% این افراد صاحب معلومات عالی بوده، 78% دیگر معلومات میانه عمومی و یا میانه عمومی ناپر را دارند. مقامات تاجیکستان گفتند بیش از 1100 شهروند کشور با جنگ های سوریه و عراق رفته به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. به حساب رفشان رجبوف بیش از 80% این افراد هنگام مهاجرت کاری در خارج کشور به صف سازمان های افرادگرا و تروریستی جلب شدند. باری نخست نیست که از مقامات تاجیک دعوت می شود تا در امر مبارزه با افرادگرای تنها از مجازات کار نگیرند، چون به قول تحلیلگران ریشه افرادگرای در تاجیکستان بیشتر از مشکل های اجتماعی آب می خورد و نخست باید این مسئله ها حل شوند. اما مقامات همواره تاکید میکنند که برای از بین بردن افرادگرایی از همه راههای ضروری کار میگیرند. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید برای از بین بردن افرادگرایی از همه راههای معمول از جمله همکاری با جامعه شهروندی استفاده میکنند. طبق آمار اخیر شماره آنهایی که اختیاری از صف گروههای افرادگرا به تاجیکستان برگشته عفو شدند بیش از 100 نفر میباشد.